توافق اتحادیه احزاب محافظه‌کار آلمان، مرتز نامزد صدر اعظمی. سلام همراهان همیشگی کانال تلویزیون اینترنتی افغانستان و ویدیوی خبری امروز خوش آمدید. لطفاً این ویدیو را لایک کنید، همچنین کانال خودتان را سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله را فشار دهید تا از سازه‌های آلمان و جهان با خبر باشید. مشروع اخبار. فریدریش مرتز نامزد اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان برای مقام صدر اعظمی در انتخابات پارلمانی سال آینده خواهد بود. در انتخابات پارلمانی گذشته اختلاف دو حزب بر سر نامزد مشترک ضربه سنگینی به آنها زد. انتخابات پارلمانی سال آینده در آلمان از اکنون موضوع بحث رسانه‌ها در این کشور است. در همین رابطه روز سه‌شنبه 17 سپتامبر فریدریش مرتز رهبر حزب دموکرات مسیحی و مارکوس سودر رهبر حزب سوسیال مسیحی در یک نشست رسانه‌ای مشترک در برلین اعلام کردند که مرتز نامزد اتحادیه این دو حزب برای مقام صدر اعظمی خواهد بود. زودر در این نشست از نامزدی مرتز ابراز رضایت کرد. او گفت مرتز را به عنوان نامزد مشترک اتحادیه برای انتخابات 2025 میپذیرد و از او حمایت کامل خواهد کرد. اهمیت توافق دو حزب بر سر نامزد مشترک و حمایت آنها از یکدیگر به این دلیل است که در انتخابات پارلمانی گذشته اختلاف در اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بر سر نامزد تعیین شده یکی از دلایل شکست آنها در انتخابات 2021 محسوب شد. در آن زمان بین زودر از حزب سوسیال مسیحی و آرمین لاشت رئیس وقت حزب دموکرات مسیحی و نامزد آن برای صدر اعظمی جنگ قدرتی شدیدی وجود داشت که در نهایت لاشت برنده این رقابت شد. با این حال زودر بارها و بارها فضای کارزار انتخاباتی را با طعنه‌های سنگین علیه لاشت همراهی کرد. در نهایت نیز اتحادیه دو حزب در انتخابات 2021 شکست خورد و حزب سوسیال دموکرات با نامزدی اولاف شولز به پیروزی رسید. این بار اما هر دو رهبر محافظه‌کار تأکید کردند که آنچه در آستانه انتخابات پارلمانی گذشته اتفاق افتاد نباید تکرار شود. نگرانی از پیروزی راست افراطی. پس از انتخابات ایالتی در ایالت‌های زاکسین و تورینگن در اول سپتامبر سال جاری میلادی که در آن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان آرای بالایی آورد، نگرانی‌ها از قدرت گرفتن این نیرو در انتخابات پارلمانی آینده آلمان افزایش یافت. برخی علت پیروزی این حزب را شکست سیاست‌های دولت ائتلافی فعلی می‌دانند. مارکوس سودر چندین بار بر اهمیت وحدت در اتحادیه برای یک کارزار انتخاباتی موفق تاکید کرد و گفت هدف مشترک دو حزب جایگزینی دولتی به جای دولت فعلی و بازگرداندن آلمان به مسیر اصلی است. انتخابات پارلمانی آلمان روز 28 سپتامبر 2025 برگزار می شود. سودر در رابطه با این انتخابات گفت که این ممکن است آخرین فرصت برای بازگرداندن امید به مردم باشد. زودر به مسئله مهاجران که تمرکز حزب آلترناتیو برای آلمان روی آن است اشاره کرد و گفت که مسئله مهاجران همچنان یک مشکل بزرگ است، اما او می‌خواهد که موضوع مبارزه انتخاباتی روی سیاست اقتصادی تمرکز یابد، زیرا وضعیت اقتصادی آلمان مخاطره‌آمیز است. از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودید جهانی سپاس.